عطا محمد نور والی بلخ در این همایش از کسانی که آنان را به پشتیبانی از عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کرده بود پوزش می خواهد. از همه خانواده ها مذارت می خواهیم و از همه متحدین سیاسی که ما نتانستیم درستر به حقشان برسانیم از اینا مذارت می خواهیم. وی تأکید می ورزد که رئیس اجرائیه نتوانسته است خواستهای آنان را برآورده بسازد و از حقوقشان پشتیبانی نماید. بعد از 2 سال و چند ماه از تصامیم سیاسی تیم ودا کرده گفتم که تو نمیتونی آنچه را که ملت می خواهد مسئولیتش را به شانه های خود حمل کنی و به سرمنزل مقصود برسند. این توانایی در وجود تو دیده نمیشه. ما نمیخواهیم آنچه را که تو نمیتونی تحقق بدی با حمایت میلیونی ما، پس با تو ودا میکنیم. بهتر است که ما خط سیاسی خودت جدا بکنیم. عطا محمد نور از پشتیبانان اصلی و قدرتمند عبدالله عبدالله در 2 دور انتخابات ریاست جمهوری بود. ریاست اجرائیه در واکنش به این گفته ها تا کنون چیزی نگفته است. تبعات این تنش ها به نفع هیچ طرفی نیست، مردم علاقمند تفاهم هستند. والی بلخ درباره گفتگوهایش با حکومت می گوید که وی به نمایندگی از جمعیت اسلامی با رئیس جمهور گفتگو می کند و تا چند هفته آینده نتیجه این گفتگوها روشن خواهد شد.